کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با یکی دیگه از مجموعه برنامه های امامت از دیدگاه عقل در محضر بینندگان عزیز هستم. گرایش ما در این بحث حصر عقلی است. ما عناوینی که شیعه برگرفته از مدارک شیعی از مکتب وحی به عنوان شرایط امامت قرار داده و معیارهای انتخاب امام قرار داده رو از متن زیارت جامعه و انشاءالله در برنامه های آینده از سایر متون وحیانی انتخاب کرده و به حصر عقلی می کشانه. عنوانی که در این برنامه با آن می پردازیم این است که شیعه می گوید جانشین بعد از پیغمبر، امامی که من باید از او اطاعت کنم، باید ذریه رسول الله باشه، از فرزندان پیغمبر باشه یا منصوب به پیغمبر باشه، جزء خانواده وحی باشه، بلکه بالاتر جزء خانواده تطهیر باشه، جزء کسانی باشد که آیه تطهیر درباره اونها نازل شده. چرا؟ چون اگر از ذریه رسول الله باشند، یک درصدی از اطمینان به امامت او برای ما ایجاد میکنه و اگر خدا به آیه تطهیر پای امامت این امام را و پای طهارت این فرد را امضا کرده باشه، اطمینان من به رهبری او و به امامت او با یه ضریب بی نهایت خواهد شد. تردید، شبه، شک در امامت او از بین خواهد رفت. سوال اینه، آیا کسی که ذریه پیغمبر باشه، خصوص در اون دائره نزدیک از ذراری پیغمبر که آیه تطهیر درباره اونها نازل شده، این امام قابل اطمینان تره؟ عقل اینو انتخاب میکنه یا از بیگانه ها، از قبیله تیم و عدی، قبائل بیگانه ناشناس که سابقه کفر، جهالت، سابقه نجاست، سابقه شرک، بت‌پرستی، قتل، آدمکشی، بچه‌کشی، دخترکشی، سوابق مختلف شرابخوری، دزدی، خیانت، فساد، لواط، زنا، انواع گناهان رو ممکنه داشته باشن. آیا من از ذریه پاک پیغمبر امام رو انتخاب کنم بهتره؟ که آیه تطهیر بر اونها نازل شده، خدا پاشون امضا کرده و درباره اونها فرموده ما ینطق عن الهوا و آیه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها به جهت ذریه پیغمبر بودنشون شاملشون بشه، این بهتره، این مطمئن تره، این رهبریش قابل اطمینان تره، این امامتش اعلا و اعقله، یا امامت بیگانگان با هزاران سابقه فساد، با هزاران سابقه خرابی؟ کدام یکی مورد اطمینان عقل عقلا خواهد بود؟ هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور لا یستوی الظل و الحرور. شیعه میگوید کسی که از ذریه پیغمبر باشه به پیغمبر نزدیکتره، هدایتش به حق بهتره، گرایش های او برای اینکه عدول از قانون پیغمبر نکنه خیلی بیشتر از بیگانه هاست. در بیگانگان از پیغمبر، فامیلای غیر فامیل پیغمبر، احتمال خطا، احتمال معارضه، احتمال عداوت، احتمال دشمنی با پیغمبر خیلی بیشتر از کسانی است که در ذریه رسول الله بودن، از ذراری پیغمبر بودن. کدومی که بیشتر لایق امامت هست؟ ملاک شیعه برتره یا ملاک سنی؟ شیعه میگه از ذراری پیغمبر انتخاب کنیم بهتره. امروز مردم دنیا یه امام جماعت میخوان انتخاب کنن، میگن سید باشه بهتره. یه رئیس جمهور میخوان انتخاب کنن، میگن ما به سیدش رأی میدیم. مرجع تقلید میخوان انتخاب کنن، میگن ما اونی که سیده بیشتر انتخاب میکنیم.
با یکی میخوان درد دل کنن، میگن این که ضراری پیغمبره. گرایش های عادی عقلا به ضراری رسول الله. سنی و شیعه اینجوری هست. اگر بخوان کمکی بکنن، اگر بخوان هدیه‌ای بدن، میگن سید باشه بهتره. اگر بخوان جهیزیه برای یه دختر یتیم انتخاب کنن، میگن اون یتیم که سیده باشه برامون بهتره. اصلا میل به پیغمبر در مسلمان این تمایل رو ایجاد میکند که امام بعد از پیغمبر از ذریه پیغمبر باشن. این حکم عقل اسلامی است، عقل مشهون با اسلام. هر کی پیغمبر رو دوست داره به ضراری پیغمبر گرایشش بیشتره، امام رو از او از اون ذریه انتخاب کنه بهتره. خصوص که اگر این امام اعقل، اعلم، اشرف، منسوس به نص رسول الله، بلکه منسوس به نص الهی در قرآن باشد، اونجا که دیگه قوغاست. بپرسید آیه قدیر درباره که نازل شد، اون نص. شما میگید نص به امامت علی نبود، میگیم نص به هر چیزی بود، از علی تعریف شد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اتفاق نظر شیعه و سنی که این آیه در شأن علی نازل شده، پس یه سفارشی شده، یه وصیتی شده راجع به علی. ما او رو انتخاب کنیم بهتره یا اون کسی که هیچ سفارشی راجع به او نشده؟ آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. سنی و شیعه، فخر رازی، بیضاوی، مفسرین همه نوشتن درباره امیرالمومنین نازل شده. پس خدا یه سفارش راجع به علی کرده، منسوس به یه نصی هست، هوای علی رو داشته، یه چیزی در علی دیده که سفارش کرده، گفته ولی شما اینه. شما میگید گفته دوست، ولی یعنی ولایت مدار نه، امام نه، خلیفه نه، گفته دوست. همین مقدار رو گفته یا نگفته؟ ما ایو که خدا معین کرده، اینو که خدا گفته، این دوست خدا و رسول است، این بهتره برای امامت یا اونی که هیچ سفارشی راجع به اون نشده؟ کدومی که بهتره؟ عقل کدوم انتخاب میکنه؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون افلا تعقلون افلا تشعرون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. امیر هر دو جهان تو مقتدای منی، نه از قدیر از ازل تو آشنای منی. به قاب دل حق شد جمال روی ماه تو، به جان ناقابه شبم فدای راه تو، دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو. ساقی کوثر علی، ساقی کوثر علی.